السلام علیکم بانوان زیبا، السلام علیکم هموطنان عزیز. من همه شما را با عید بانوان، عید مادران، شما زنهای زیبای تاجیکستان، مادران، خواهران را تبریک میکنم. وقت خدا تن آفرید، از برگ گل زن آفرید. دوستان عزیز، برای هر یک زن، برای هر یک مادر، پیش از همه سلامتی، عمری دراز می خواهم. بلاگ ما آغاز شد. اینجا برنخو موبای و پدپیشگی تلوی ما یک خوراک خیلی بامزه و یک نمود تورتی، تورتی که شما می توانید برای خود همچون تحفه آماده کنید برای ما فرستاد. با ما باشید و چطور تیار کردن تورت رو با این خوراک خیلی بامزه ببینید. با ما باشید. برای تیار کردن این تورتی بامزه، یک استکان شیر، یک استکان شکر، 8 دانه تخم، ونیلین، شما می توانید رزرخ دل تستا استفاده برید. برای این اول 8 دانه تخم رو ما با واسطه میکسر یعنی می آمیزیم. انا همین خیل. یعنی میکوبیم و سپس کم کم شکر میاندازیم. این برای کورج میباشد، کورجی که برای این تورت تیار میشود. و این شیر رو نیز میاندازیم. شما میتونید که شیر نیاندازید، این موفقی خواهیشی خودتون. ولی خمیر خیلی سستی با مزه میوید، به این خاطر برنامه ما به این خمیری تورت شیر انداخته است. شیر خصوصیتی ملایم کردنی خمیری تورت رو دارد و در آن ویتامین های ضروری نیز می باشد در شیر. دوستان عزیز، خوش رو تماشا کنید. انا تخم رو ما با واسطه میکسر لات زدیم، یعنی آمیخته کردیم با شکر. سپس یک استکان آرد، شما می توانید از یک استکان آرد زیادتر اندازید، یعنی به 8 دانه تخم می رود، از یک استکان آرد کمی زیادتر. این قریب می شود 12 قاشق کلان آرد اندخته. باز با میکسر، اول با قاشق و سپس با میکسر شما آن رو لات می دهید. انا همین خیل. مثلا من با قاشق میکنم، با واسطه میکسرم میشود دوستای عزیز، ولی خیلی با آهستگی. اکنون کمی رنگ است، که رنگ سرخ از همون میاندازید، خواهید رنگ نمیاندازید، ولی این برای زیبایی تورتی ما میباشد. انا همین خمیری سرخ رو میپزیم دوستان عزیز و شکل 8، یعنی وابسته به 8 مرد که روزی دیم و درون میباشد تیار میکنیم. اکنون ما کرم تیار میکنیم از تورگ و قیموق و خوکای شکر، کاکاو، چیزی که شما داشته باشید. مثلا یا اینکه کریم زوارنوی تیار میکنید، یا اینکه کریم با سوگوشونکا یا روغنی ماسکا. اومان طرز کریم تیار کردن و بسه به تا و شما است، تابو ذوق شما. انا همه خیل دیده استوده ایتا. وقتی که خمیر رو میمونید، انا همین خیلی گلها رو با واسطه کرم شما در روی همین خمیری تیار کردگیتون میچینید و در بالایش میتونید یک اون گل مونید. انا این گلی زنده رو مونده است برنامه ما. برنخون از نامی اهلی کانال شما رو با 8 مرد ایدی بانوان تبریک میکنیم. تبریک دست دادید، تورتی ما تیار شد. دوستان عزیز، بلاگی ما ادامه دارد. امروز روزی بهترین است، پگاه روزی بهترین است، ایدی مادران است، ایدی بانوان زیبا است. اکنون به خوراکی که به ما برنا فرستاده است توجه میکنیم. این خوراک مثل لانه چه میباشد؟ تاوری دیده استادهید. برای این خوراک گوشت لازم است. شما میتوانید که خواه گوشتی گو، خواه گوشتی گوسفند رو نمخه مایده کنید و کمتر بالای آن آرد می اندازید و کمتر سویوی سوس خواهید نمی اندازید. این برای مارینات کردن است دوستان عزیز. مرچ، زیره و نمک، چیزی که دلتون کشد شما اون رو اندخته مارینات میکنید. اکنون برای این چی لازم است؟ آیسبرگ، کرم، بلگاری، سبزی و پیاز. ما سکاورودکا رو گرم میکنیم، روغن میریزیم دوستان عزیز و گوشتی که ما مارینات کرده بودیم 15 دقیقه پیش، اون گوشت رو در سکاورودکا در روغن خیلی کمترین و میزیربونیم. توری دیده استوده. سپس این محصولات هایی که دنبار کردیم، سبزی، پیاز و دیگر رو که ریزه کرده بودیم
یک طرف میمونیم تا گوشت پختن. توجه کنید مثل لقمه پخته میشود دوستانی عزیزی ما. اکنون همش رو میخته میکنیم. گوشت رو با این بلگری پیاز اون چیزی که ما تیار کردیم، کمی نمک میاندازیم، کمی مرچ میاندازیم، بعضی ها کبوتی میاندازد، کبوتی خشک، منم دوست میدارم. دستتون درد رو نبیند برنوی عزیز. دوستان عزیز شما هم میتوانید رецепت خود رو تیار کرده با کانال ما فرستید. برحمت پادپیسچگوی عزیز من میتوانم اون رو در بلاگ استفاده برم. سپس یک قاشقچا تمات میاندازیم. بانوان زیبای ما بسیار هنرمند هستند. وقتی که من کانال شما اون رو میبینم بسیار حلاوتی خاصه میبرم. اکنون که تمات رو انداختیم اون رو میکوبیم. این مثل پدلیف میشود. نگاه کنید دوستای عزیزی ما. خیلی بدقت باشید. این خوراک بسیار هم اشتیاوار نمودش هم زیبا برای مهمان اومدن تیار کنید. بسیار خوب میشود. اکنون تیار کردیم این رو. مثل پدلیف است و با اون سالاد آیسبرگ می اندازیم. توجه کنید. طور دیدید کرمی آیسبرگ انداختیم، کمتر آب انداختیم و اکنون می جوشد. این مثل لگمان تیار میکنیم که همین می باشد. این هم یک نمودی لوناچا می باشد. این هم خیلی مکارونی لوناچا اگر در خونه داشته باشید. این در آبی خیلی جوش در کپیتوک اول در روی دیگ می چینین یا کسکاورودکا و کپیتوکی گرم می ریزه. این خیلی خوبتر است. چونکه همه وقت مکارون از یادتون نبرورید در کپیتوکی گرم یعنی در آبی جوش اومدگی مکارون رو میپزند یا که لگمان رو ان همه خیل ما مکارونی لوناچا رو میپزیم و این پدلیفه که تیار کردیم دوستان عزیز بینش جو میکنیم بعضی فرش میاندازند و بلویش رو میپوشیم توری دیده استودایید دوستان عزیز ان هم خیلی بامزه میشود با ما باشید شما هم میتونید در خونه چنین لوناچا تیار کنید. تشکر زیاد بر نوی عزیزی ما. دوستان عزیز بلاگ ما به انجام رسید. خانه آباد باشید. با شما سلامتی میخواهم.